نگویید که ما وقتی که ازدواج کردیم مشکل مادی خواهیم داشت. نه، خدای متعال مشکل مادی شما رو هم با توکل به او حل میکنه، گشایش میده. بسیار دیده شده که جوانی بدون اینکه توانایی فراوانی داشته باشه آغاز ازدواجش رو راه انداخته، خدا هم بقیه رو کمکش کرده. و کسی خدمت پیغمبر اکرم آمد از تنگ دستی شکایت کرد. پیغمبر اکرم به او فرمودند تزوج، برو ازدواج کن. فتزوج فوسع علیه، او رفت و ازدواج کرد، خدا هم گشایش برای او فراهم کرد و پیش آورد. اینطور نیست که خدا بنده ای رو بیافریند و بدون روزی بگذارد. گاهی هم روزی ها از طریقی که شما نمیدانید میرسد. قرآن کریم میفرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا پیشه کند خدا او رو در بنبست قرار نمیدهد، راه گذر رو برای او باز میکند و روزی او رو از اونجایی که خودگمان نمیبرد میرساند. و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما اندیشه و آگاهیمون خیلی محدوده، در مقابل خدای متعال هیچ نمیدانیم. اما خدای متعال همه راه‌ها رو میداند و همه کارها رو میشناسد. او که مقدر کرد از راه دیگری روزی میرسد، اونچنان که انسان خود گمان نمیبرد. بنابراین طبق فرمایش پیغمبر اکرم که امام باقر علیه السلام روایت کردند، میفرمان چرا مؤمن ازدواجش رو به تأخیر میاندازه؟ شاید خدا بخواهد که نسلی فرزندی روزی او کند که زمین رو با گفتن لا اله الا الله سنگین بار کند. اللهم صل على محمد و آل محمد.